در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با ما محمد وریماج مارچ موین وزارت ترانسپورت سلام وقت شما بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه تشکر سلام ممنون قایم وریماج در نخواست بیان روی ازی صحبت بکنیم که راه لاجورد میتونه چقدر یک بدیل مناسب نسبت به بندر کراچی به با افغانستان باشه و نسبت به راه های دیگری که ما در سال های گذشته نیازمند تنها راه پاکستان بودیم که کالاهای خود برسانیم به کشورهای اروپایی خب افغانستان مانند بعضی کشورهای دیگه مهاد به است هست و در صدد همی بوده همیشه که راه های بدیل یا راه های متعدد به خاطر صادرات واردات داشته باشه و تجربه ها نشان داده که در گذشته اکثریت صادرات واردات افغانستان از طریق پاکستان و از طریق ایران صورت گرفتن و همچنان راه های بدیل بگویم یا که راه های دیگه ای را هم که در این اواخر حکومت تلاش کرده ایجاد بکنه همان راه لاجورده است و از بود مقایسوی و از بود زمان و از لحاظ هزینه اگر تجربه نشان داد که تقریبا راه لاجورد هم کم هزینه هست و همچنان هم مسئولیتش بهتر است و همچنان از طرف دیگه تقریبا مدت زمان کمتر به نیروهای دیگری که افغانستان در گذشته استفاده می مخصوصاً مخصوصا به خاطر رسیدن به بازارهای اروپایی بوده است و خوشبختانه امروز محموله را که در حدود 15 16 روز قبل از ولایت هرات حرکت کرده بودند امروز وارد سرزمین کشور ترکیه شدند و همچنان یک خبر خیلی خوب و خوشی بود برای ما در این سفر در کنار ازی که موتر بود و بالاخره مال انتقال داده میشد تعداد حیات هم همراهی میکردند که اینا را در هر کشوری که می رسیدن از لحاظ صدور ویزه از لحاظ موضوعات گمرکی و همچنان مطالعه جاده ای که اینا سفر میکردن خیلی موارد ارزیابی ایی صورت گرفته و ان که تیم دوباره برگردن حتما با یک معلومات خیلی خوب و پیشنهادهای جدید خود آمدن و بعد حکومت افغانستان مکلفیت داره که ای یافتههایی پیشنهادها را به خاطر ایجاد سهولت بیشتر در آینده با کشورهای اوز و صحبت بکنیم و قرار به می هست که مترایی که در حال حاضر در کشور ترکیه هستند در برگشت دوباره اموال وارداتی را با خود طرف افغانستان انتقال بدند با خبری ما رو روی ازیم صحبت بکنیم که آیا قرار است که اگر این موترها دوباره پس به افغانستان میان پس از این روند حمل و نقل به سرعت به پیش بره و همچنان بازرگانان بتوانند با استفاده از این را صادرات داشته باشند به با کشورهای اروپایی طبیعتا طبیعتا چرا نه وزارت ترانسپورت افغانستان در صدد است که شرکت هایی که در عضویت سازمان تیره دارند میارا را باید از دقیق پوره کرده باشند و بیشترین سر موضوعات تخنیکی موتر است که ما یک تجربه را داشتیم که در مسیر راه یک از موتر با مشکلات تخنیکی مواجه شده بود البته در حدود یک ساعت اینا تال خورده بودند تا که موتر دوباره ترمیم شود یا اسکی به فعالیت آغاز بکنه و می رقم یک سلسله گپ های دیگه ایره بوده که ما تشویق میکنیم سکتور خصوصی افغانستان مخصوصا در بخش ترانسپورت که اینا باید از عضویت سازمان تیر بدست بیارن و همچنان مترای خود استاندارد بسازن و در بخش صادرات واردات افغانستان از مسیر راه لاجورد اینا میتونن استفاده ازمی خدا داشته باشن خب در ابتدا ما تانیستیم که در حدود نه موتر به شکل بار اول روان بکنیم و تمام مطالعات یا ایسکی یافته ها در روی بر ما رسیده ولی این بعد از این ما میتونیم که با صدها موتر از این مسیر بتانیم انتقال به تیم یا که اموال در بخش صادرات وارد افغانستان کار بکنن و این بعد از این انشاءالله تالا تجارای ما هم متوجه از این میشن که در مورد مسئولیت و کم هزینه بودن جاده ها و مسیری که هست از طرف دیگه حجم انتقالات بیشتر بیشتر خواهد شد و چی در اموال که بعد از افغانستان صادر میشه و اموال که از اون طرف وارد میشه حتما چیزایی است که بر ما شما یک فرصت جدیدی هست امیدوار هستیم که رفته رفته تجربه ما را کمک بکنه که ما ها موتره در بخش صادرات وارده در این مسیر استفاده بکنیم یک شرکت ترانسپورتی کدام شرایط و میارها را اینا پوره کرده باشند تا از عضویت از سازمان تیر اینا به دست بیارن و از این رای لاحجاورت اینا استفاده بکنن و انتقالات داشته باشند خب در حدود هفت کشور بال در از وزارت ترانسپورت جواز تیر به دست آوردن و سازمان تیر میارات ویژه خود داره که به سطح بینلی است که موتر که شرکتی که خود راجستر یا اسکی جواز سازمانی را بدست میاره باید است تمام میارات را به سطح بین مدیر را تکمیل کرده باشند از همه مهمتر اول به مود روز بودن بگوییم یا اسکی یک سالم بودن یک موتر است و از طرف دیگر میاری بودن باید وزن را که انتقال میتنی نباید وزنش از یا میاری بوده باشه. موضوعات ای را در نظر بگیره یعنی اضافه وزن نباشه موضوع دیگر دریورایی که اینا دارن باید از اینا بسیار آدم های رسیده با سواد و همچنان دارای توانمندی های صحبت با چند زبان و همچنان رعایت قوانین ترافیکی بقیه کشورها را داشته باشن از طرف دیگه فروم را که به حساب اینا چیز که اینا خانه پوری میکنن به شکل آنلاین وقتی که مال چی انتقال داده میشه بسیار مهم است که باید از اطمینان کامل از طرف مال که باید از انتقال داده میشه داشته باشیم که یعنی چیزی که ثبت سازمان تیر میشه که مال که انتقال داده میشه باید عین جنس با عین کیفیت با عین کمیت با باشه ای کدام تغییرات را نبیارم. خیلی موارد دیگه هست که شرایط جهانی است که باید از شرکت های ما و همچنان تجارای ما باید از قوانین رعایت بکنن و مراعات بکنن در بخش صادرات و وارداتشان که تا این مسیرها همیشه پیشروشان باز باشه این سهولت ها همیشه پیشروشان باز باشه اگر خدا نخواسته مترای ما یا که شرکت های ما خلاف فرضی بکنن یا ایست که قوانین نافذه مخصوصا از بخش تیر یا سازمان آیاری رنا در سفرهای بین‌المللی رعایت نبکنن حتما با تعزیرات و همچنان با برخورد قانونی مواجه میشن که باید بسیار احتیاط بکنن بله راه لاجور در کنار از که مدت کمتر را در میگیره که کالاهای بازرگانی افغانستان برسه به کشورهای اروپایی در قسمت مسئولیت چگون است یکی از چالش های عمده در بخش بازرگانی همان مسئولیت این کالا هاست در بخش مسئولیت هم بگوییم که خیلی خوب افغانستان گذشته تقریبا نسبتا خوبی از بود سیاسی و از بود موارد که امروز جریان داره با کشورای حوز و داره و در دا ما کدام خاطرات خیلی بد با کشورایی که عبور میکنه استفاده میشه راهی لاجور فضل خدا ما نداریم و دیدیم در وقت انتقال اموال برای اولین بار کمک و همکاری کشورهای و خیلی خوب بوده و پیش خیلی خوب را داشتن و همچنان بسیار در یک مندی کامل بودن یعنی فرض مثال خیلی خوش بودن که چنین راه افتتاح میشه و برای اولین بار است البته راه راجبر تنها مسیر میان افغانستان و اروپا نیست ولی که میان کشورهای آسیایی میانه و به کشورهای منطقه هم هست که ما در آینده می که در بخش صادرات واردات از کشورهای منطقه هم از طریق مسیر راه راجبر با سیستم تیر استفاده بهینه را داشته باشیم بله تشکر آقای وری مرتضی پاس از اینکه با خیلی سپاس از شما سلامت.